سلام به بینندگان عزیز کانال دکتر خوب. تو این نمنم بارون و هوای خوب اومدم در مورد اشتباهات رایج در استفاده از لیمو ترش براتون بگم که میتونن برای سلامتی شما خطرناک بشن. دیدیم بعضیا کنار هر چی میخوان بخورن از لیمو ترش استفاده میکنن، حتی توی چایاشون هم میبینیم چند تا قطره لیمو ترش میریزن. لیمو ترش درسته که خواص بی‌نظیری داره و یکی از میوه‌های پرطرفدار تو سراسر جهان، اما میدونستید که استفاده نادرست از اون میتونه عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشه؟ قراره به این سوالات پاسخ بدم که چه اشتباهاتی در استفاده از لیمو ترش رایج هست، این اشتباهات چه خطراتی داره برای سلامتی ما به همراه داره و چطور میتونیم از لیمو ترش به طور صحیح و ایمن استفاده کنیم. با من همراه باشید تا با دونستن این نکات از فواید لیمو ترش بدون هیچ گونه نگرانی بهره مند بشیم. لطفاً لایک و سابسکرایب رو بزنید و در ادامه ویدیو همراه من باشید. اولین اشتباهی که وجود داره نوشیدن آب لیمو ترش به صورت ناشتا، یعنی مخلوط کردن آب ولرم با آب لیمو و نوشیدن اون بعد از بیدار شدن، در بین مردم خیلی رایج شده. طرفداران این کار فواید متعددی رو برای این کار میگن، از جمله پاکسازی کبد. خیلی‌ها معتقدن که آب لیمو ترش باعث سمزدایی و پاکسازی کبد و کلیه ها میشه، باعث تقویت سیستم ایمنی میشه به خاطر ویتامین سی که داره، باعث کاهش وزن میشه. خیلی از افرادی که چاق هستن و دنبال راه‌های لاغری هستن این روش رو احتمالاً توی خونه انجام دادن و به صورت ناشتا آب لیمو ترش رو مصرف کردن تا به متابولیسم و چربی سوزیشون کمک کرده باشن. خیلی ها میگن باعث بهبود گوارش میشه، اسید سیتریک داره، بله، که میتونه به هضم غذا و بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک کنه و بعضی از مطالعات هم نشون داده که اسید سیتریک در لیمو ترش میتونه به جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه هم کمک کنه. اما شواهد علمی کافی برای اثبات همه این ادعاها وجود نداره. ما وقتی که یه ادعا رو بررسی میکنیم، یه مقالات خیلی زیادی رو بررسی میکنیم ببینیم که آیا درست یا نه، ولی میبینیم که خب اون تعداد مقالاتی که اینو تایید کردن واقعا کمه. علاوه بر این، نوشیدن آب لیمو ترش ناشتا میتونه خب ضرری هم داشته باشه. مثلا اسید سیتریکش میتونه باعث تحریک معده و سوزش سر دل بشه، به خصوص در افراد مبتلا به رفلاکس معده یا زخم معده. میتونه در دندان‌ها اون اسید سیتریک به مینای دندان آسیب بزنه، اونها رو ضعیف کنه و به مرور زمان به دندان‌ها هم آسیب بزنه. آب لیمو ترش میتونه با بعضی داروها هم مثل داروهای رقیق کننده خون تداخل داشته باشه. خب بریم سراغ یه مورد دیگه که توش لیمو ترش میتونه درد سر درست کنه، اون هم دندان‌ها هست. همونطور که گفتم لیمو ترش به خاطر داشتن اسید سیتریک که جورای دشمن جون مینای دندون به حساب میاد. مینای دندون لایه محافظی سفت روی دندونایی که ازشون در برابر پوسیدگی و آسیب محافظت میکنه. حالا فرض کنید یه لیوان پر آب لیمو رو سر میکشید، اون اسید سیتریک با جون و دل میفته به جون مینای دندوناتون و به مرور زمان باعث سایدگی و ضعیف شدنشون میشه. نتیجه‌ش چی میشه؟ افزایش حساسیت دندونها به گرما، سرما، شیرینی، ترشی. تازه اگه مینای دندونتون خیلی ضعیف بشه، احتمال پوسیدگی دندان ها هم خیلی بالا میره. پس چیکار کنیم که هم از فواید لیمو ترش بهره مند بشیم، هم دندونامون سالم بمونه؟ چند تا راهکار ساده بهتون میدم. آب لیمو رو با آب ولرم رقیق کنید. هر چند لیمو ترش رقیق تر بشه، اثر اسیدیش رو روی دندون ها کمتر شما متوجه میشید. از نی استفاده کنید. مانه آب لیمو مستقیم با دندوناتون در تماس نیست و دهانتون رو بعد از مصرف آب لیمو بشورید. با آب خالی دهانتون رو چند بار بشورید بعدش تا اثر اسیدی لیمو روی دندون ها از بین بره. بعد از مصرف آب لیمو هم یه ساعت صبر کنید تا بعدش مسواک بزنید. مسواک زدن بلافاصله بعد از مصرف مواد اسیدی مثل آب لیمو ترش میتونه باعث سایدگی بیشتر مینای دندون بشه. بذارید یکم بگذره و بعدش مسواک بزنید. اگه میدونید که مینای دندوناتون ضعیفه، بهتر کلا قید مصرف زیاد آب لیمو رو بزنید. حالا بریم سراغ یه مورد دیگه که شاید کمتر بهش توجه بشه، اون هم پوسته. شاید دیده باشید خیلی ها توصیه میکنن که از لیمو ترش برای روشن کردن پوست یا درمان لکه های پوستی استفاده کنید. من هم در مورد روشن کردن پوست یا درمان لکه های پوستی زیاد صحبت کردم، اما به ندرت اومدم از آب لیمو ترش به عنوان یه درمان اسم بردم. درسته که لیمو به خاطر داشتن ویتامین سی میتونه تا حدی به سلامت پوست کمک کنه، اما استفاده مستقیم آب لیمو ترش روی پوست
میتونه حسابی دردسر درست کنه. چرا؟ چون همون اسید سیتریکی که دشمن دندونها هست میتونه به پوست هم آسیب بزنه و اونو تحریک کنه. عوارض احتمالی استفاده از لیمو ترش روی پوست میتونه شامل این مواردی باشه که میگم، مثلا سوزش و قرمزی. اسید سیتریک میتونه باعث سوزش و قرمزی پوست بشه، مخصوصا توی پوستای حساس یا پوستای آسیب دیده. مثلا پوستی داری که در اثر آفتاب سوختگی دچار یه سری ضعف‌هایی توی پوست شده که اگر آب لیمو ترش رو اون قسمت رو زده بشه، خب میتونه به حسابی سوزش و قرمزی ایجاد کنه. خشکی و پوسته پوسته شدن. لیمو ترش میتونه باعث خشکی و پوسته پوسته شدن پوست بشه و افزایش حساسیت به نور. اگر از لیمو ترش روی پوستتون استفاده کنید و بعدش در معرض نور خورشید قرار بگیرید، احتمال حساسیت به نور و آفتاب سوختگی باز بیشتر میشه. پس چیکار کنیم؟ اگه دوست دارید از خواص لیمو ترش برای پوستتون استفاده کنید، بهتر سراغ محصولات بهداشتی بر پایه لیمو برید که فرمولاسیون ملایم‌تری دارن و برای پوست مناسبن. خیلی از فرمولاسیون مربوط به اینها پشتشون نوشته شده، کافیه بخونید اون که لیمو داره را استفاده کنید. اما طب سنتی هم یه سری احتیاطاتی به ما گفته که میگه توی این موارد باید منع مصرف یا احتیاط مصرف آب لیمو ترش داشته باشید. مثلا توی مزاج سرد، افرادی که مزاج سرد، بلغم یا سودا رو دارن باید در مصرف لیمو ترش احتیاط کنن، چون طبع سرد لیمو میتونه باعث افزایش سردی بدن و تشدید علائمی مثل ضعف، خستگی، نفخ و دلدرد بشه. یا بیماری هایی که با طبع سردن، در صورت ابتلا به بیماری هایی مثل سرماخوردگی، آسم، کمکاری تیروئید، افسردگی و شبیه اینها که طبع سرد دارن، بهتر مصرف لیمو ترش رو محدود کنید یا با مشورت متخصص طب سنتی استفادهشون کنید. البته اینم بگم که خیلی ها تو سرماخوردگی میان عسل و آب لیمو رو قاطی میکنن که این اشکال نداره، چون اثر اون سردی آب لیمو رو خونسا میکنه اون گرمی عسل. یا در مشکلات گوارشی، زخم معده و اثنا عشر، اون سیتریک موجود در لیمو ترش میتونه باعث تحریک معده و تشدید علائم زخم معده و اثنا عشر مثل سوزش، درد و خونریزی بشه. اگر رفلاکس معده دارید حواستون باشه، لیمو ترش میتونه اسید معده رو افزایش بده و علائم رفلاکس معده مثل سوزش سر دل، ترش کردن و احساس پری در قفسه سینه رو افزایش بده. اگر اسهال داشته باشید، طبع سرد لیمو میتونه باعث شل شدن مزاج و تشدید اسهال بشه. و توی سایر مواردی هم که وجود داره باز حواستون باید باشه. مثلا توی دوران قاعدگی مصرف لیمو ترش میتونه باعث افزایش خونریزی و تشدید درد و علائم قاعدگی بشه. مصرف بیش از حد لیمو ترش توی دوران بارداری هم میتونه خطر سقط جنین رو داشته باشه و افراد دارای حساسیت به مرکبات ممکنه به لیمو ترش هم حساسیت داشته باشن و علائمی مثل کحیر، خارش، تورم و تنگی نفس رو تجربه کنن. اگر میخواین از لیمو ترش به عنوان یه ماده غذایی یا داروی خونگی استفاده کنید، حتما باید چند تا نکته رو یادتون باشه. اینکه اعتدال رو رعایت کنید. اینکه هر روز بیاید آب لیمو ترش بخورید واقعا کار اشتباهیه. نه من، نه فکر میکنم هیچ کدوم از کسایی که حتی توی یوتیوب دارن فعالیت میکنن این کار رو توصیه نمیکنن. احتیاط باید داشته باشید توی مصرفش، مخصوصا اگر مشکلات سلامتی خاصی دارید و در صورت مصرف زیاد یا بروز عوارض جانبی مصرفش رو فورا قطع کنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوال یا نکته دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. امیدوارم از این فضا و دکوری که پر از حس آرامش هم بود لذت برده باشید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، چون کمک میکنه افراد بیشتری به این ویدیو دسترسی داشته باشن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.